بیشتر در این زمینه جالبی هست. این راجعه که مثلا عوض کردن چجوری میتونه صورت بگیره، چه نکات مثبت و منفی میتونه داشته باشه، چون نظر علمی در این مورد خیلی نمیشنه، معمولا نظر خیلی احساسی میشنه. ببین عوض کردن خط یه مسئله خیلی خیلی حساسی است، با اونم مثل خود زبان. خیلی از مردم میگن خب چرا این خط رو عوض کنیم، اجداد ما به این خط چیز می‌نوشتن. الان ببین مثلا خط فرانسه چقدر عیب داره، اینا با وجود این ژک رو مثلا می‌نویسن با 6 تا 7 تا 7 می‌نویسن. بله یا بونژور. بله خلاصه یا خط انگلیسی که اینجوری. به هر حال اگر کسی بخواد این کار رو بکنه باید حتما یه انگیزه سیاسی محکم پشتش باشه. اما اینکه خط فارسی امروز ناقصه به خاطر اینکه 3 تا از فعالترین ویل های فارسی درش نیست، ا ا او، و دو تا چیز مهمه دیگه از نظر سینتکس، یکی کسره اضافه است که وقتی که میگیم کتاب حسن دیگه هیچ، اون این که اضافه میشه بهش این دیگه نمیاد، خب، و این اغلب موجب گرفتاری میشه. مثلا این مثال همیشه تکرار میکنم چون یه خورده متواتر بزنه، شما ممکنه بگید اغلب مردم اینطور فکر میکنن، یا ممکنه بگید اغلب مردم اینطور فکر میکنن. معنی اولیش ترجمهش به انگلیسی میشه often، معنی دومیش که بگید اغلب مردم میشه most. حالا بعض وقتا ممکنه اینجور باشه که شما میخونید میرید بعد میبینید یه اضافه بی خودی گذاشتید یا بی خودی برداشتید، درست؟ و ما یه مطالعه کردیم، یه مطالعه خیلی مختصر، نمیتونیم بهش استناد کنیم، ولی ما ایرانی ها اساساً خیلی کندخوان هستیم، خیلی کند میخونیم، و یکی از دلایلش ما فکر میکنیم ممکن اشتباه باشه اینه که ما در خواندن خیلی ریگرشن داریم، یعنی میریم ریگرشن، یعنی میریم و برمیگردیم، میریم تا آخر جمله، میریم معنی نمیده، به خاطر اینه که یه اضافه رو بی خودی گذاشته بودیم یا بی خودی برداشته. یه مسئله دیگه که این خیلی خیلی مهمتر از اون هست اینه که مثل فعل بودن در فارسی ای هست، این کتابه، این حسنه، یعنی با ای هست و این هم نوشته نمیشه. اگر بخوام بگیم ساعت 3 چجوری بگیم؟ ساعت 3 عصر باید بگیم، باید بگیم ساعت 3 عصر، یعنی نمیتونه بگیم کتابه میشه. من یه وقتایی متوجه شدم که مجبور بودم، برای خانومم میخواستم یادداشت بذارم، میگم من مجبورم که اصل بذارم، نمیخوام اصل بذارم و نمیشه. خیلی جاها میبینید مثل این که شما فعل ایز رو از توی انگلیسی بردارید، خب این خیلی ضرر میزنه، خیلی آشوب ایجاد میکنه. یا مثلا آب رو بردارید دیگه از توی انگلیسی. این دوتا لطمه سینتاکتیک، اینا در عالم سینتاکت هستن، این دوتا مشکل سینتاکتیک از حالا اون نبودن اون سه تا ویل اینا، از اینا خیلی خیلی بدتره. بنابراین بودن این کس که سفر با سین هست، سفر با سات هست، نمیدونم این مسئله که یعنی اگر اینجوری بتونیم، اگر که ما خطمون به خط لاتین برگردونیم، مسئله به نام املا و دیکته از دبستان و دبیرستان‌های ما برداشته میشه. همین کاری که ترکیه کرده بعد از آتاتورک، وقتی که خط لاتین شد در مدارسشون اصلا چیزی برنامه به نام دیکته ندارن. ما حال ممکنی شما اشتباه بنویسید. نه دیگه خیلی سبک.
بعدش هم بعدم خواستم هر دو بگم یه علتش هم بخواد اتحاد زبان ها بود که میخواستم فقط یک نوع نوشتار رو گفتار یک بله دیگه همینطور یعنی ما مسئله دیکتمون که این همه مشکل آفرین هست که برای بچه ها و فلان و بهمان اینا به خاطر همینه که به خاطر همین بودن کلمات عربی است با املای متون. یه نکته دیگه که من اشاره میکنم اینه که اول این خط خط ما نیست، خط عربیه و ثانیاً وقتی که ما عدد رو میخوام بنویسیم وقتی از راست به چپ بنویسیم مجبوریم باز عدد از چپ راست بنویسیم، یعنی باز مشکل داریم تو عددها، مشکل داریم توی مثلا ریاضیات وقتی یه متنی خب الان ما الان ببینید ریاضی رو از چپ می‌نویسیم، شیمی رو از چپ می‌نویسیم، عرض کنم که اعداد رو از چپ می‌نویسیم، خب بقیه‌اش هم از چپ بنویسیم. خواهش می‌کنم. ببخشید، این تغییر زبان باعث نمی‌شه که قطع ارتباط تغییر خط باعث نمیشه که قطع ارتباط خیلی شدیدی ایجاد بشه با زبانهای غربی، یعنی در واقع زبانی که خطی که نوشته میشده و بعد ما به اینجایی نمیرسیم که الان مثل در واقع وقتی شما ترکیه صحبت میکنید خب خیلی از مساجد خیلی جاها به زبان در واقع قدیمشون رسم الخط قدیمشون اشعاری نوشته شده، خیلی چیزا خیلی مسائل خیلی شه برگردوندن به خط جدید، فقط چیزایی که نتونستن برگردونن اون خط نوشته های بوده که مثلا در قونیه بوده است یا مثلا بالای مسجد ها نوشته بوده، اینا رو معمولا میدونیم کی نوشته، الله و محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین اینا دیگه نوشته، اینا رو معمولا یه همین چیز هاست میشه جفتش رو یاد گرفت. بله؟ میشه جفتش هم یاد گرفت. به هر حال، این که اون گذشته ها رو میشه آوانویسی کرد، البته ساده نخواهد بود ولی میشه آوانویسی کرد، ولی اون چی که بحث به دید شماست، آیا شما به آینده نگاه میکنید یا به گذشته؟ یعنی که آیا میخواد گذشتتون از بین نره یا مثلا لطمه نبینید یا دارید فکر نمیکنید که یک کار بکنید که در آینده ما بتونیم بچه های ما راحتر بتونن بخونن بنویسن؟ بحث به این یک تصمیم استراتژیک مربوط به این قضیه. استاد شما نمیپندارید پیرامون همین نکته که آرشتان یادنشان کردن، چون نوشتار کنونی نسل ما بر روی رایانه ها و اینترنت به زبان فارسی و یا بینگلیش هست، برای این نسل ما قبول یک چنین چیزی که برگردان نویسی بکنیم چون در اون مایه و پیشین زبان خودمون رو تاکنون میشناسیم، فقط نوشتنشه که برای ما دشواره میافرینه، به ویژه برای این فرزندان دو نسله ایرانی که در برون زندگی میکنن همین این امکان داره پارسی رو بیاموزن چگونه یاد سخن بگن و نمیتونن بنویسن و این میشه بزرگترین مرز بین بچه هایی که اینجا بزرگ میشن و فرزندانی که در ایران فکر میکنین بسترسازی شده برای چنین چیزی که این زبان بره به سمت اینکه لاتین بشه نوشتن این فکر نمیکنم با اون فارسی که ما معمولا تو به چیز مینویسیم بنز کافی بسترسازی شده باشه، برای اینکه با این حکومت اینا که اصلا حرفش رو نزنه نه اینو اصلا چه محاله الان ترکیه در این مورد پیشروه، یعنی با اینی که یعنی خطش رو لاتین کرد ارتباطش با گذشته قطع نشد، نمیشه قطع نمیشه قطع نشد برای اینکه کلابش رو قطع میکرد، حالا این مثال ترکیه جلوی ما هست اونقدر رو ضرر نکردن از این بابت که خطش نواد کرد و اتفاقا بسیارم پیش بردم به دلیل اینکه انقدر خط ساده است، تیراژ روزنامه یه زمان یادتون میاد توی میدان بهارستان روزنامه کیهان تیراژی شد به 100 هزار تا در روز شد که معلمین اعتصاب کردن که یکی از معلم‌ها کشته شد. بله بله. اون موقع در ترکیه روزنامه آکشام 750 هزار تیراژش بود اون موقع. به قدر خط ساده است ما حال ممکنه شما نتونیم بخونیم، مثلا همین گوزر اون موقع خطی که فارسی و عربی بود مال ترکیه گوزر شما همون گوزر می نوشتیم اما الان نه با او اینا رو استفاده می کنیم و الان ارتباط بین المللیشون هم بیشتر شده. حالا من میخوام ببینم که از این جمعی که اینجا هستن کسی هست که مخالف تغییر خط باشد، یعنی من استدلالشون رو میخوام ببینم.
مخالف نهایده شد. فقط یه نکته که به نظرم میرسه اینه که وجود در واقع بحث اینترنت باعث میشه که در واقع این تفکر دیگه نتونه جا بیفته. وقتی به برهه تاریخی تغییر زبان در ترکیه نگاه بکنیم ببینیم که اونا به خاطر همین بحث تاریخی و اتصالی به اروپا این تصمیم گیری رو کردن. امروز در دنیای اینترنت همه تلاش میکنن که به زبان به خط بومی خودشون و به خطوط مختلف تغییر بدن. من مطلب بگم بعد از جنگ بین الملل دوم ایتالیا، فنلاند، آلمان این همه خطشون رو عوض کردن. یعنی ساده کردن، یعنی خطشون رو مثل بله ویتنام هم همینطور ویتنام هم حالا یه سوال میکنم بعضی وقتا یعنی در مقابل این آرگومنت یه چیز میگن که خط چینی با اون همه کج و کولگیش رو اینو عوض نکردم. آره دلیل داره. دلیلش اینه که اینقدر لهجه های متفاوت، اینقدر دیالکت های مختلف در چین هست که اگر خط چینی عوض کنن دیگه زبون همو نمیفهمن. ترجمه اون دفعه مثال زدم گفتم مثل این میمونه برای چینیا که شما این چیزه نوشتاری رو بنویسید هر کسی با دیالکت خودش میخونه. من میگم چهار، اون میگه فور، اون میگه کتر، اینجوری که مینویشیم. اونها اینقدر غیر از ماندارین، غیر از زبان ماندارین که خیلی گسترده و وسیعه، بقیه دنیا کشور بقیه اینقدر لهجه هاشون از هم دیگه جداست که اصلا زبانهای متفاوت دارن، ولی این خط عامل پیوندش بود، به این دلیل عوض نکردن. ولی یکی از اهدافشون بود، یکی از اهداف ماتسون بود که بعد از اینکه انقلاب تموم شده اینا خط چینی رو عوض کنن. انقلاب فرهنگی میخواست. بعد به این دلیل دیدن که اگر این کار رو بکنن این اتحاد از هم پاره میشه. چه مورد است؟ با عنوان دلیل داستان گسسته فرهنگی با گذشته رو با قبول دارم، بخاطر اینکه ما الان بعد از هزار سال مثلا شاهنامه‌ای که شما خوندید رو با این لغت ها و این همون ترکیبی که وجود داره و الان یه ایرانی میتونه بخونه و بفهمه و با همین رسم الخط تا الف با هم نوشته شده. این بحث گسسته تاریخی شد. بعد یه بحث دیگه در مورد زبان عربیه، زبان عربی و زبان فارسی اتفاقی که افتاده، حالا به دلیل سیاسی میتونه بگیم متاسفانه یا خوشبختانه هر چیزی، ما درصد بسیار زیادی از افعالمون لغتایی که به کار می‌بریم لغتایی است که یا ریشه عربی داره یا مستقیما اصلا نه بحث فقط ریشه نیست، ریشه و معنا و همه چی، یعنی اصلا ما داریم از زبان عربی استفاده می‌کنیم. خب نه می‌خوام بگم که نزدیکی ما به این زبان بسیار بیشتر از لاتینه. ما چقدر داستان آمدن لاتین به ایران خیلی بحث جدیدتری است. در واسه شما یه تاریخچه مثلا 14 قرنه رو با یه چیز 100 ساله می‌خوایم مثلا چیز کنیم، بعد با این اصطلاح بعد تمام زبان‌های دنیا، تمام زبان‌ها رسم خطشون بشن لاتین، به خاطر که الان لاتین مثلا زبان بین‌المللیه. بسیار شما خانم چه شما پرسیدین که نظر بله من میگم که ببینیم من در یعنی به اصطلاح کاستی ها یا معایب این خط اصلا انقدر مشهوده، انقدر عیانه که هر کسی که کار کرده باشه در یه حدی تجربه کرده، بحث اصلا سر اون نیست. برمیگرده به این که به هر حال از آن ما نبوده و تحمیل شده. حتی من در مورد زبان هم به اصطلاح یعنی زبان عربی دخالتش رو در زبان فارسی رو از همین فاصله 14 قرنم که نگاه میکنم همچنان معتقدم که یعنی به اصطلاح به قول بهار عرب به حرامی زد به ما. بنابراین با یک چنین چیزی نگاه میکنم به قضیه و خط رو عوض کردن خط رو گسست نمیبینم، چون اگر که یک برنامه‌ریزی درستی باشه انجام میشه. با این همه
معتقدم که این شدنی نیست. یعنی این بحث اگر که یعنی بسیار چیز ایدئالیه، اما اگر شدنی می بود تا به حال شده بود. نمیتونیم خودمون رو با ترکیه قیاس کنیم، چون همونطور که شما گفتین ترک ها چه در اون زمان و چه در الان در تاریخ مدرن، اینها مسئله اصلیشون اینه که بخش از اروپا بشن و این آمادگی در درون هر ترکی هست برای پذیرش این ماجرا و آتاتورک هم به موقع و به جا استفاده کرد. اگر این کار شدنی بود در همون دوره رضاشاه که اون قدرت سیاسی رو می‌داشت و اون فرهنگستان رو هم ما داشتیم، یعنی اون آدم ها رو داشتیم، این شدنی می‌بود. ما نمیتونیم، ما مثل ترک‌ها نیستیم، چون ما با این ترتیب غربی نخواهیم شد. من خیلی دلم میخواد که بشه ولی شدنی نیست. بنابراین من فکر میکنم که این هر زمانی که بحث خط رو میکنیم که اینکه معایبش گفته بشه، ایرادهاش گفته بشه بسیار عالیه، ولی اینکه بچسبیم به یه ایدئالی که در عمل شدنی نیست ما رو دور میکنه از مردم، زمینه سازی نمیشه. استدلالی که مهدی آورد که دوتاش اساسا فقط به زبان ربط داره نه به خط، به خاطر اینی که هیچ که تو ایران هزار سال شاهنامه را اساسا نمیخوندن، یعنی از کتاب نمیخوندن، سینه به سینه شعراش برای هم شعراش حفظ میکردن، نقل میکردن. یک کتابت کوچولویی هم وجود داشت. نه اجازه بده، نه اینکه نوشته نشده. ولی میگم که نه اینکه نوشته نشده. ولی شاهنامه رو خواندن امری است که شما در مدرسه یاد میگیرید. ولی زبان رو توی گهواره یاد میگیرید، توی خونه یاد میگیرید. به این خاطر هر نوع خطی رو که بخونید به راحتی یاد میگیرید، هیچ گسستی هم پیش نمیاد. به خاطر اینکه شما شاهنامه رو میتونید با این خط بخونید، شاهنامه رو میتونید به یه خط دیگه بخونید. به ندرت میشه، به ندرت میشه در کل تاریخ، اونم تازه من میتونم، من میتونم بگم الان، یعنی میخوام بگم که اینقدر کمه که حتی مدافعان مخالفان تغییر خط هم مثال شما نیدم جای بیارم، ولی ممکنه به ندرت یکی بگه که آقا جوانای اون موقع وقتی که اینا بخونن مثلا بگن که چیز قامت چون الف مثلا قامت یا اینجا نفهمن که این چون الف یعنی چی، مثلا این شعر حافظه نفهمن، مثلا میشه از اینا توی هزار سال چیز فارسی مثلا چهار تا مثال بیارم. ولی کلیتش اینه که خب خیلی از حافظ ما الان بدون مراجعه به که بحث زبانیه، بدون مراجعه به فرهنگ لغت اصلا نمیتونیم بفهمیم. یا حتی فردوسی رو که جلسه قبل خود استاد مثالش آوردن، به این خاطر تغییر خط اساسا هیچ نوع گسستی از این زاویه ایجاد نمیکنه. بچه‌هایی که میرن مدرسه، اونایی که سواد ندارن که خب اصلا ندارن، کاری به خط ندارن، برن به گوش میشنون اونا. اونایی هم که میرن مدرسه بهشون یاد میدن که اینجوری بخونید و اونجوری هم میخونن. همینجوری که شما اگه یک کتاب تاجیکی رو دستتون بگیرید و این الفباش تو تهران هم تو نمایشگاه کتاب آورده بودم، من یه دونش گرفتم با یه جدول الفبای تطبیقی، در عرض نیم ساعت میتونید یاد بگیرید، دو سه بارم که بخونید روانتون میشه. حالا ممکنه برای ما یه ذره سخت باشه ولی برای بچه‌هایی که میرن مدرسه به راحتی یاد میگیرن. خب برای بعضی از کلمات فقط سوال دارم، میگم که سمر با سین، سمر با سه نقطه، این چجوری میتونه تو لاتین توجیه بشه؟ این چجوری میشه من بتونم اینکه بعد معنی جمله رو بفهمم که بتونیم بفهمم که من ثمر با سین معنی جمله بوده یا ثمر با سه نقطه بوده؟ چون شما به من وقتی دیکته میگین به من میگین ثمر با سین بنویس، ثمر با سه نقطه بنویس، حتی لغتی جمله به من نمیگین، دیکته به من میگین علی ثمر رو با سین بنویس، ثمر با سه نقطه بنویس. من میخوام ببینم این چه جوری قدرت زبان لاتین قدرتشو داره. فقط سوال زبان لاتین نشه خط لاتین قدرتشو داره که این حس رو بده یا این تفکیک رو بده و این جمله رو برای کلمه رو برای ما اومد. وقتی میشنوه شیر چه جوری من فهمید معانی مختلف شیر چیه؟ این سوال هستش فقط. ببینید جواب شما رو دادن، گفتن سوال اگر که به طور مطلق میگید شیر، اگر میگید شیر از کجا فهمید که از سه تا معنی شیر کدومه؟